از موقع امر مشتبه میشه به خاطر چی؟ اطلاعات پایین دینی میان چیکار میکنن؟ سوء استفاده. مثل همین دکون دستگاهی که درست کردن به اسم یمانی احمد الحسنی، یارو تو بصره میگه من فرزند چهارم امام زمانم، یعنی امام زمان ازدواج کرده بچه میشه نبیره و ندیده و چی میشه از اینا. خب بعد ادعا کرده که یمانی موعوده، باید مراجع تقلید به قتل برسن تا امام زمان ظهور کنه. حمله میکردن به دفتر آیت الله سیستانی تو عراق، اومدن تو مشهد و خوزستان اینا. جوانای چی؟ امام زمانی به خدا واسه. طلبه حوزه علمیه بود با چاقو اومد گردن منو بزنه. از مریدای همین آدم بود. پای هفت حوزه بود. اومد پای سمند. من دیدم اینجا نشستن تو ماشین. گفت سوال دارم استاد. بعد جلسم تو مشهد. شیشه رو دادم پایین. چون ماشین قشنگ یادم سمند بود. نشستم تاریکم. من دیدم اینجوری نگاه میکنه میره عقب، اینجوری میاد جلو. دیدم مردد، گفتم چیه؟ یه خورده دستش که برد عقب، این کسی که همراه ما بود از پشت دستینو گرفت. بعد نشسته باش صحبت، آخه این چه کاریه فلان. نگاه تو علی احمد الحسن الیمانی صحبت کرده بودی، میخواست لله و لامام زمانه منو بزنه. ولی عجیبه ها، میبینی بابا جوون امام زمانشو دوست داره، این عشق به امام زمان، این کششه تشنه است که تشنگی طولانی شد فقط تا حالا سده. چیکار میکنه؟ حالا سر انداخته تو جود دراب بخواه. خوی خیلی برای من دردآور بود که ایشون چی بود؟ طلبه بود. وقتی باش صحبت کردم اونجام گفتم و گفتم به حاجای علم الهدای مشهدم بگید این ماجرا رو و حتما نقل کنید برای ایشون که یه فکری بشه که چرا طلبه ما درگیر مسائل دروس فقهی شده، یه سری مباحث از این دست رو چیکار میکنه؟ اینها هم باید کنارش نکنه، این درگیری ها باعث بشه بحث تو دشمن شناسی ضعیف بار بیا تو حوزه. البته اینو به شما بگم، یک فردی از حوزه اینجوری باشه به معنی نیست که حوزه مشکل داره، نه، تو همه صنفا آدم مشکل دار بگی هست.